آستان مقدس عباسی از طرح توسعه نوین بخش قدیمی شهر مقدس کربلا رو نمایی کرد در همین راستا مهندس زیا مجید اصائق رئیس بخش پروژه های مهندسی آستان مقدس عباسی ضمن اعلام خبر این طرح گفت اولین مرحله این طرح توسعه جدید آغاز ساخت صحن حضرت ام البنین سلام الله علیها در شمال حرم حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام است به افزود اجرای این طرح با همکاری و هماهنگی وزارت شهرسازی و برنامه‌ریزی و نیز استانداری کربلای معلا و همچنین اداره طراحی عمرانی آغاز شده است البته اجرای این طرح توسعه بعد از اختصاص بودجه و خریداری زمین ها و املاک شخصی مالکان زمین های اطراف حرم متحر صورت گرفت مهندس زیا مجید از سایق ادامه داد آماده سازی نقشه های طرح توسعه نوین بخش قدیمی شهر مقدس کربلا در سال 2014 میلادی آغاز و در پایان همان سال به طور کامل آماده شد اما با توجه به اینکه خرید املاک اهالی منطقه کمی به طول انجامید آغاز اجرای طرح هم مدت بیشتری زمان برد او ادامه داد اکنون به بخشی از مرحله اولین طرح رسیدیم که باید موتورهای برق و دیگر وسایل مربوطه را از داخل حرم خارج کرده تا زیر زمین حرم متحر برای آغاز عملیات بازسازی آماده شود و یفزود مساحت این طرح حدود 20 هزار متر مربع است و شامل یک زمین بزرگ و خدمات مورد نیاز مانند سرویس بهداشتی خواهد بود. فضای روی این زیرزمین هم فضای سبز خواهد شد و در آن سایبان نصب می گردد تا محلی برای نشستن و استراحت زائران گرامی هم باشد. او در پایان گفت این طرح این یک طرح توسعه کامل و جامع است و به محض پایان مرحله نخست و سپس خریداری دیگر زمین های اطراف حرم مطهر وارد مرحله دوم آن خواهیم شد.